بالاخره بعد از بررسی کلی پرونده رومخی حل نشده امروز یه پرونده حل شده براتون آوردم داستانی که نشون میده آقا امیدوار باش و تا تهش رو برو چون بالاخره حداقل اینجوری امکانش وجود داره که اون عدالت رعایت بشه و به حقت برسی و از طرفی هم برای کسی که یک جرمی رو انجام داده و تا الان دستگیر نشده این پیامو دارم که اگر تو الان دستگیر نشدی دلیل نمیشه که قرار باشه دیگه هیچ وقت دستگیر نشی مثل همیشه من علی هم. اینجا گزارش محرمانه است لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نکنید چون ما چشامون دیگه خوش شده این که هر روز داریم این عددا رو هی ریفرش میکنیم ببینیم یه دونه بالا رفته یا نه دیگه بدون هیچ حرف اضافه ای بریم سراغ پرونده ی حل شده ی قتل لیسا زیگرت آپریل 1992 بود و لیسا دختر 24 ساله بودش که تازه فارغ و تحصیل شده بود و توی یکی از شهرهای کوچیک ایالت ماساچوست کار میکرد همیشه آرزوش بود که یه روزی معلم بشه ولی خب چون تازه فارغ و تحصیل شده بود و تازه میخواست وارد بازار کار بشه اول باید یه مدتی رو به عنوان دستیار معلم کار میکرد تا بعدا بتونه مدرک معلمی رو بگیره یه جورایی یعنی باید دوره کارآموزی رو طی کرد و خب توی دوره کارآموزی شما قاعدتا حقوق خیلی کمتری رو میگیرید دیگه اما چون لیسا هم معلمی براش شغل رویاهاش بود همین که یک شغل دومی هم در کنارش داشت به خاطر همین هم از لحاظ مالی خیلی اذیت نمیشد و اوکی بودش که بخواد دستیار معلم باشه شغل دومش هم به عنوان یک فروشنده توی یک فروشگاه گیفت شاپ به اسم بریتنیز بود گیفت شاپ هم یه مدل فروشگاه هاست که توی مثلا آمریکا آمریکای شمالی خیلی زیاده معمولا و یه سری مثلا خرت و پرت و اکسسوری ها رو شما میتونید با یه مبلغ خیلی پایینی اونجا خرید بکنید خلاصه که لیسا یه برنامه کاری خیلی پری داشت اون صبح که بیدار میشد پا میشد میرفت دبیرستان تا به عنوان کمک معلم کار کنه شغلی که توی ایران خیلی باش برخورد نکردیم احتمالا ولی باز هم میگم توی آمریکا و آمریکای شمالی یه چیز معموله که معمولا توی کلاساشون بچه ها دوتا معلم دارن یه دونه معلم اصلیه یکم کمک معلمه از طرفی هم بعد از دبیرستان وقتی تایم مدرسه تمام میشد مستقیم پا میشد میدوید میرفت سمت گیفت شاپ بریتنیز. یعنی دقیقا از ساعت پنج عصر تا نه شب باید اونجا کار میکرد اما این برنامه مدون که نمیدونم دقیقا چه معنی داره مدون ولی منظورم اینه که روتین این برنامه روتین روز 16 آپریل به هم میخوره دیگه کمرنده رو ببندید دیگه شروع شد دیگه 16 آپریل همزمان چند نفر متوجه این به هم خوردن برنامه روتین لیسا میشن گروه اول همکارای داخل مدرسهش بودن که وقتی دیدن لیسا نیومده سر کار خیلی تعجب کردن چون اصلا چیزی نبودش که تا الان از لیسا دیده باشن و الان حالا لازم نبود بگم این چیزی نبودش که از لیسا بر بیاد لیسا همیشه سر وقت میومد مدرسه چون میگم عاشق کارش بود در نتیجه درجا زمین میزنن به مادر لیسا و ازش حال لیسا رو جویا میشن که آقا داستان چیه و فازم اون موقع توی مدرسه بین همکارش اینجوری بود که حالا بچه ها درست این شغل رویا هاشه ولی خب آدم دیگه شاید اونم یه بار خواب مونده باشه یعنی میخوام بگم که خیلی هم نگران نشده بودن ولی پیگیر شدن گروه دومی که گفتم همزمان متوجه یک چیز آنورمالی در رابطه با لیسا شدن همکار شیفت صبح لیسا سوفیا توی فروشگاه بریتنیز بود اون وقتی با ماشینش وارد پارکینگ میشه که ماشینش رو پارک کنه و صبح شروع کنه و بگه یا علی از تو مددی الهی به امید تو بریم ببینیم امروز چقدر پول در میاریم متوجه میشه که ماشین لیسا همچنان توی پارکینگه در صورتی که لیسا شیفت شب بود دیگه پنج از تا نه شب کار میکرد و با ماشینش میومد بعدم خب قاعدتا با ماشینش هم برمیگشت خونه دیگه هیچ جوره نباید ماشین لیسا داخل پارکینگ میبود همچنان اینجا مغز صوفیا در شروع میکنه آقا یه منطقی رو واسه این داستان ساختن که زیاد نگرانش نکنه و با خودش گفت خب احتمالا لیسا دیشب یه چیزی رو توی فروشگاه جا گذاشته بود و صبح برگشته بیاد ورش داره و بعدم سریع بود دوه بره مدرسه اما هرچی بیشتر از پارکینگ نزدیک میشد به در ورودی فروشگاه این هی نگرانیش بیشتر و بیشتر و بیشتر تر می شد وقتی میرسه به در ورودی فروشگاه متوجه میشه که خب درک گفت نیست چراغا همه روشنه و موزیک هم در حال پخشه یعنی دقیقا همون حالتی که شب مغازه باید می بود چراغا همه بخواد روشن باشه و موزیک در حال پخش باشه توفیه در مغازه رو باز کرد با این امیدی حالا لیسا رو بخواد ببینه توی نگاه اول هیچ چیزی ندید دیگه شروع کرد لیسا 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 صدا زدن لیسا ولی خب هیچ جوابی نمی گرفت و همینجوری که لیسا گویان داشت نزدیک میشد به کانتر مغازه متوجه شدش که کیف لیسا به صورت باز شده روی کانتر افتاده و خبری از خود لیسا نیست در نتیجه اون نگرانی که توی وجودش بود دیگه یه جورای غالب شد و فهمید نه خیر آقا اینجا یه داستانی داره از کانتر بلند میشه پا میشه میره سمت اون اتاق پشتی داخل فروشگاه و وقتی در اتاق وا میکنه میبینه همه چی همه جا به هم ریخته دیگه اینجا شدیدن هل میکنه از در پشتی فروشگاه فرار میکنه بیرون به همسایه های داره بغلشون خبر میده که آقا اینجا فکرم یه اتفاقی افتاده و لیسا خبری ازش نیست زنگ بزنیم پلیس بیاد پلیس به محض اینکه میرسه متوجه میشه که اولا در با زور باز شده و احتمالا یه لگدی چیزی بهش خورده که قفل رو شکونده دوما هم اون به هم ریختگی داخل اتاق پشتی فروشگاه یه به هم ریختگی ساده نیستش اینجا یک درگیری رخ داده و یه کوچولو که بیشتر میان بررسی میکنن داخل اتاق متوجه میشن که اصلا یه سری جعبه جنسا مثلا انگاری یه نفر افتاده روشون و له شده و حالا علاوه بر اون قضیه کلی لکه خون پیدا کردن اونا توی اون اتاق قضیه درگیری کاملا کانفرم میشه اینجا و پلیس سریعا دستور میده که بگردین دنبال لیسا چون لیسایی توی اتاق نبود همطور که بهتون گفتم تایم کاری لیسا توی این فروشگاه بریتنیز پنج اصر تا نوه شب بود و دیشب هم که لیسا اونجا بوده فرداش صبحشم هم که اون روز باشه لیسا نبوده در نتیجه این اتفاق قطعا باید بین بازه 5 تا 9 عصر شب افتاده باشه پلیس هم دقیقا با استفاده از همین فیلترینگی که بهتون گفتم و مشتریهایی که داخل اونجا اومدن و تراکنش زدن یه جورایی متوجه بازه زمانی حدودی که این اتفاق برای لیسا توی فروشگاه افتاد شدن آخرین مشتری که تراکنش ثبت شده توی مغازه داشت 8 و 20 دقیقه شب بود آخرین مشتری هم که وارد مغازه شده بودش ساعت 8 و 50 دقیقه بودش ولی وقتی وارد فروشگاه شدش متوجه شد که هیچ کسی نیست که جوابش رو بده یعنی مثلا یه جنسی دستش بود میگفت آقا نمیخواد یکی به کار ما برسه اما خود همون طرف یعنی همون کسی که اومده بود ساعت 8 و 50 دقیقه توی فروشگاه بعدن برای پلیس تعریف میکنه که من وقتی وارد اونجا شدم دیدم کسی نیستش یه ذره موندم که شاید کسی بیاد توی این تایم کوتاهی که من اونجا وایستاده بودم یه صدایی داشتم میشنیدم یه صدای تق تق و نمیدونم یه حالت یه صدایی داشتم میشنیدم که خب با خودم اون لحظه گفتم حالا شاید لزومم اتفاق بدی در حال افتادن توی اتاق پشتی نیستش شاید حالا مثلا یه خانوم و یه آقای دیدن مثلا دیگه مشتری نداریم و گفتن که خب حالا بیا بریم اون پشت از وقتمون استفاده کنیم و این دوگه اون زنگ نمیزنه به پلیس و قشنگ داستان میتونست همینجا تموم بشه اگه این آقا یک ذره مسئولیت اجتماعی میپذیرفت و یه ذره پیگیر میشد و حالا اینقدم ذهنش حالا دیگه درگیر اون مسائل نمیبود میگفت آقا خب هر تقتقی که اون تقتق حالا نیست حالا هم که بحثش شد بیای پس اینجا ما یه پند اخلاقی هم بدیم مسئولیت اجتماعی لزوما شما قرار نیستش که فضولی بکنید ولی واقعا اگر یه موقع یک مورد مشکوکی رو دیدید نه از سر فضولی بلکه از سر دلسوزی یه اکشنی بردارید خیال خودتون رو حداقل راحت کنید یه لحظه فقط به این فکر کنید که اگر توی این همه پرونده های جنایی که خودتون گوش کردید و ما هم بررسی کردیم آدما یه کوچولو بیشتر اهمیت میدادن و فقط صرفا نمیگذشتند برند چند تا پرونده ممکن بود همون لحظه حل بشه و صرفا نمیگفتن حالا ایشاله که چیزی نیست دیگه میدونی اگه اینو نمیگفتن شاید خیلی دنیا جای قشنگ میشد خلاصه پلیس با تعجب همین دیتیلایی که بهتون گفتم متوجه میشه که هر اتفاقی که بوده بین همون ساعت 8 و 20 دقیقه تا 8 و 50 دقیقه برای لیسا افتاده اتفاقی هم که به نظر میاد و تا الان مشخصه اینه که یه نفر تو این بازه اومده به لیسا حمله کرده بعدم با خودش بردتش سوال اصلی هم اینه که خب کجا برده لیسا رو لیسا الان کجاه سوالی که چهار روز بیشتر طول نمیکشه تا به جوابش برسم چهار روز بعد یعنی زمانی که یه آقای همراه با سگش در حال گشت و گذار توی خیابون ها بوده شده داشتن پیاده روی میکردن سگ متوجه یه بوی میشه یکم اونورتر میرن و میبینن که یک جنازه ای افتاده که خب مشخصا از دور هم حتی معلوم بود که مرده و در جا زنگ میزنن به پلیس جنازه لیسا فقط چند مایل اونورتر از محل کارش توی منطقه نیمه جنگلی پیدا میشه و از وضعیت جنازه کاملا این هم مشخص بود که اول مورد تجاوز و تعرض جنسی قرار گرفته بود به خاطر اینکه یه سری جاها لباساش پاره شده بود و حالا وضعیت ظاهری که داشت و اینکه با ضربه چاقو توی گردنش با یک دونه ضربه کارش تموم شد و در جا میمیره این اطلاعات بعد از نتایج کالبوچکافی هم کاملا تایید میشه و علت مرگ هم همون ضربه چاقو به مرگ اعلام میشه ضربه چاقو به گردن اعلام میشه ضربه چاقو به مرگ اوزای من خیلی خیده شهر کوچیکی بود اونجا همونطور که بهتون گفتم و کل شهر بعد از اینکه متوجه میشن چه بلایی سر لیسا اومده توی شوکی فرو میرن و واقعا هم شوکه کننده بود چون اولا که همونطور که بهتون گفتم شهر کوچیک معمولا توی شهرهای کوچیک خیلی امنیت بیشتره چون همدیگه رو همه میشناسن خیلی اتفاقای اینجوری کمتر بینشون میفته و دلیل دومش هم این بود که خود لیسا به شدت دختر بیازاری بود هیچ دشمنی نداشتش که بخواد همچین بلایی رو سرش بیاره چون لول جنایت در حدی بودش که همه با خودشون میگفتن بابا چی دیگه در این حد میتونه یه کار کثیفی رو انجام بده سوالی که البته خیلی طول نمیکشه تا تمامی مردم اون شهر در جواب به این سوال به یک اسم برسن و اون اسم اد بورگادی جونیور بود یعنی دیگه از یه جایی به بعد تو این پرونده شما توی شهر از هر کسی میپرسیدی آقا به نظر تو کلیسا رو کشته در جمع گفتن اد اد بورگادی جونیور چرا حالا چون اولا بابای اد دقیقا روبروی همون فروشگاهی که لیسا کار میکرد یه رستوران داشت که بعض وقتا اد همونجا کار میکرد و دلیل دومش هم این بودش که اد بورگادی جونیور همخونه دوست پسر لیسا بوده و هرچی هم که بیشتر میگذره این شایعه هی بهش پروبال داده میشه تا جایی که میان میگن آقا بین اد دوست پسر لیسا و خود لیسا یه مسلسه عشقی هم وجود داشته ولی خب نه اون مسلس عشقی که انا شما فکر میکنید <تص> نه اون نه کاشون بود نه اون نیست چون طبق گفته و شایعاتی که بین مردم پخش شده بود اینا میگفتن که ادو دوست پسر لیسا با هم دیگه چیز بودن و لیسا وقتی یه روز میاد خونه در رو با میکنه با یه صحنه خیلی دارکی مواجه میشه خیلی روزا قاراش میریش میشه قاراش میریش اوزا خیلی خیت میشه آقا اوزا خیلی بد میشه در حدی که وقتی اد میفهمه که لو رفته میاد لیسا رو میکشه دیگه یعنی این منطقی بودش که اینا پیدا کرده بودن برای اینکه اد قاتل لیسا هست. از طرفی هم پدر اد که همون رستوران داره روبروی فروشگاه بریتنیز هستش ایشون بازنشسته نیرو انتظامی اون ایالت هم بوده و این نقطه ها رو به هم دیگه چسبوندن گفتن خب اون دو تا پسر با هم بودن لیسا میفهمه اد لیسا رو میکشه از اون طرف هم بابای اد میاد برای پسرش توی دپارتمان پلیس پرونده رو دستکاری میکنه تا کسی نتونه به اد دست پیدا بکنه که آقا این قاتل و اینو بگیریمش و فلان همه شایعاتی که مردم بین خودشون داشتن میگفتن تا حدودی درست بودن ولی نه لزوما کاملا درست چون مثلا اد و دوست پسر لیسا بله همخونه بودن ولی هیچ وقت ثابت نشده که یه مسلس عشقی وجود داره که اصلا بوی زیر بغل مردونه میده اصلا همچین چیزی هیچ وقت ثابت نشد و بله بابای اد هم پلیس بود ولی همونطور که گفتم توی اون تایم بازنشسته شده بود و اصلا هیچ فعالیتی نداشت که بخواد مثلا بره داخل دپارتمان پلیس و پرونده ها رو دستکاری کنه مردی فقط یه رستوراندار ساده بود داشت کار خودش رو میکرد اصلا کاری نداشت با این داستانا تازه واکنش خود پلیس هم نسبت به این شایعات مردم نه تنها لاپوشونی نکردن برای اد به خاطر اینکه حالا باباش یه زمانی باشون همکار بود بلکه میان از اد تست دروغ سنج میگیرن تست دی ای هم میدن ولی هیچ وقت نمیان اون نتایج تستایی که گرفتن رو بین مردم عمومی کنن و بهشون بگن آقا مثلا کار این اد نیستش به خاطر اینکه اون موقع این اعتقاد داشتن که الان ما نباید این قضیه رو عمومی بکنیم و در خلال و فرج این پرونده یک سری مشکلات به وجود میاد اگر بخواد عمومی بشه الان در نتیجه خیلی دوران سختی برای اد و پدرش بود خیلی سخت یعنی مثلا اینا تو خیابون رد می شدن او قاتل قاتل, قاتل، او بعد دیگه سخته دیگه نکنید دیگه و میگم جواب تستا منفی در اومده و اد میدونست که بیگناهه و داشت التماس پلیس میکرد که آقا بیایید یه کوچولو یه بیانیه یه چیزی فقط بگید که آقا حتی فعلا اد رو بذارید کنار ولی پلیس به عنوان قبول نمیکنه به همون دلایلی که بهتون گفتم و گفتش که این پرونده باید روال عادیش رو پیش بره و مردم هم اینجوری بودن که آقا مواظب دختراتون باشید که هیچ مواظب پسراتون هم باشید این اد پسر شیطونیه حالا در همین حین که همه مردم گوش و حواسشون به اد بود و مراقب بودن یه موقعی کارشون به اد نخوره پلیس هم همزمان باید میگشت و یک مزنون واقعی پیدا میکرد کسی که دی ایش به اون سمپلایی که داخل اون اتاق پشتی فروشگاه پیدا کرده بودن بخوره توی همین پروسه گرفتن تست دی پلیسا ای دوستا، آشناها، اعضای خانواده و دوست پسر لیسا همه اینا رو تست کردن و تک تک اینا خط خوردن وقتی دیدن هیچ کدوم از این دوست و آشنا و همکارا و اعضای خانواده و دوست پسر و اینا نیستن پلیس دیگه کم کم داشت متقاعد میشد که با وجود اینکه این جنایت به نظر می رسید یه چیز شخصی باشه ولی مثل اینکه لیسا طرف رو واقعا نمیشناخته البته این فرضیه به این معنا هم نیستش که اون شخص قاتل هم لیسا رو نمیشناخته و این احتمال داشتش که یک رابطه یک طرفه اینجا وجود داشته باشه توی همین حین که پلیس به همچین اطلاعاتی دسترسی پیدا کرده بود و همچین چیزایی رو فهمیده بود یکی از دوستای لیسا به اسم کیم هم میاد برای پلیس یه داستان خیلی عجیبی رو تعریف میکنه کیم تعریف میکنه برای پلیس که همین چند شب قبل از اینکه این اتفاق برای لیسا بیفته یه شب رفته بودش به لیسا سر بزنه و توی این فروشگاه و توی این فروشگاه اینجوریه که وقتی مثلا ساعت هفت شب به بعد میشه بیرون کامل تاریک میشه اون منطقه و چراغای فروشگاه وقتی روشن میشه تو دیگه پشت شیشه رو نمیتونی ببینی یعنی انقدر این داخل نور داره که تو بیرون رو نمیتونی ببینی هرچی ازش داخله فقط بعد حالا قطعا واسه شما هم پیش اومده که بعضی وقتا شما یه کسی رو نمیبینید که داره شما رو میبینه ولی سنگینی اون نگاه رو حس میکنید یعنی یه چیز عجیبیه این واقعا جز اون چیزهایی که منطقش هم من نمیفهمم چه جوریه برای خود من به شخصه خیلی پیش اومده یه پشت کردم اون نگاه کردم بله یکی حالا مثلا زل زده داره نگاه میکنه ایشالا که دلیل بدی هم برای نگاه کردن نداشته حالا بگذاریم خلاصه لیسا اون روزی که کیم میاد بهش سر بزنه میاد به کیم یه همچین داستانی رو میگه لیسا میاد برای کیم توضیح میده که آقا به خدا مطمئنم که یه کسی داره منو نگاه میکنه کیم و این قضیه که دارم بهت میگم یکی دو دقیقه نیستا یه مدت طولانیه که من این حس رو دارم و فقط هم مختص به امروز و امشب نیستش من دیشب هم همچین چیزی رو حس کردم و کی من میاد میگه که آقا تو ترسویی چی داری میگه الکی بدفاز نشو و از این فکرها نکن داری تلقین میکنی به خودت و برای اینکه خیالت راحت بشه حالا من میرم یه نگاهی هم به بیرون میندازم که ببینم آقا یه کسی هستش که مثلا زل زده باشه به تو و این چیزایی که دارم بهتون میگم عین کلماتیه که به هم دیگه گفته شده ها من حالا شاید یه کوچولو توی لحنش اون چیزی که فکر میکنم رو بیام ارائه بدم ولی کلماتی که استفاده میکنم کاملا همون کلماتیه که خودشون بین همدیگه گفتن یعنی از این نظر فکر نکنید من دارم داستانی یه ذره این و اون ور میکنم چقدر توضیح دادم کیم به لیسا که حالا اگرم خیلی ترسیدی و این حرفا اوکی من پا میشم میرم یه دقیقه بیرون نگاه میکنم و خیال راحت میکنم و اونم یه نگاه سرسری میکنه بهش میاد میگه که دیدی گفتم ترس علکی داری دیدی گفتم تلقین کردی هیچی نیستش بیرون حالا من اینجا واقعا لازم میدونم که یه نکته کوچولوی دیگه هم بهتون بگم و اونم اینه که ما اگر الان زنده هستیم مطمئن باشید به خاطر شجاعت نسل های گذشتمون نبوده یعنی اجداد ما به خاطر شجاعتشون نبوده که ما الان زنده ایم دقیقا برعکس به خاطر این بودش که اجداد ما یک سری جاها به درست تصمیم گرفتن که بترسن و یک کتابی هم هستش به اسم اگر اشتباه نکنم میشه نعمتی به نام ترس یا موهبتی به نام ترس که شدیدن هم بهتون پیشنهاد میکنم حتما بخونیدش و در توی اونم هم دقیقا همینو توضیح میده که آقا ترس یک چیز منفی نیستش اتفاقا یک نعمته و کاملا برگرفته از اون غریزه بقای ماه ما یه حالتی داریم که بعضی وقتا اسم حس شیشم رو بهش میذاریم و این حس شیشمه بعضی وقتا سیگنال ترس رو دریافت میکنه این سیگنال ترس یا احتیاط همون غریزه بقای ماه که داره به ما هشدار میده و ما نباید نسبت به این قضیه مثلا حالت انسیکیور داشته باشیم یعنی احساس کنیم یه چیز ضعف هستش نه در واقع برعکس این یه چیز بسیار مثبت و حیاتی واقعا برای ما به معنای واقعی کلمه و به نظر من لیسا هم دقیقا اون شب کنار کیم داشته همین قضیه رو برای کیم توضیح میداده و اون سیگنال ترس رو دریافت کرده بودش اما خب متاسفانه کیم هم خب اونم شستش خبر نداشت که قرار چه اتفاقی بیفته اون خیلی توجهی نمیکنه و انگ ترسو بودن رو به لیسا میزنه اما دو روز سه روز بعدش متوجه میشن که اون ترس علکی نبود و لیسا دقیقا سر همین داستان کشته میشه به بدترین شکل ممکن پلیس بعد از شنیدن این داستان کیم اول که خب پراش ریخت گفت خب شت احتمالا داستان همینه اما نه کسی رو به عنوان استاکر لیسا در نظر داشت نمیتونستن هیچ مزنونی رو نسبت بدن به استاکر لیسا بودن یعنی نه اون شب کسی رو دیده بودن که این اتفاق افتاده طبق مدارکی که ب... به دستشون رسیده بود نه هیچ مظنونی هم وجود داشت براشون دیگه که دوست و آشنا مثلا بخوام بگن آقا یه همچین آدمی بوده که مثلا استاک میکرده یا یواشکی هی زیر نظر میگرفته لیسا رو روال کار پلیس کلا اینجوری بودش که اونو یه سرنخی به دستشون میرسید اون رو دنبال میکردن مردایی که به اون سرنخ مربوط بودن رو میرفتن ازشون تست دی ان ای اونایی که اوکی بودن تست دی ای بدن و بعد از کلی تست و بازجویی و اینا تش به بنبست میرسیدن در نتیجه پرونده ای که کل شهر داشتن راجبش صحبت میکردن و دهن اد رو صاف کرده بودن باهاش کم کم داشت تبدیل به یک کلد کیس یا یک پرونده سرد میشد البته نه به این معنی که پلیس بخواد بیخیال این پرونده بشه نه پلیس هر سال همچنان اون سرنخ ها رو دنبال میکرد به یک سری آدمای جدید می‌رسیدند، بازجویشون می‌کردند و تست دی هم ازش تست دی ای هم ازشون میگرفتن دی این هم که این پرونده دستشون بود در طی گذر زمان عوض میشدن و وقتی یکی از این مامورا عوض شد و پرونده رو دست گرفت اومد اعلام کرد که ما یه سرنخ خیلی جذاب و جدید هم پیدا کردیم اون به رسانه ها میاد میگه که آقا ما توی همین بررسی همون در رابطه با پرونده قتل لیسا داشتیم میگشتیم دنبال یک سری مدرک و این حرفا متوجه شدیم که وقتی کلید لیسا رو بالاخره پیدا کردن یا اون دست کلید رو پیدا کردن فهمیدیم که آقا کلید آپارتمان داخلش نیستش و تروری هم که داشتن این بودش که آقا به احتمال خیلی خیلی زیاد همون قاتل لیسا بوده که کلید آپارتمان لیسا رو ورداشته در نتیجه توی همین پروسه پیدا کردن قاتل پرونده لیسا با استفاده از هر سرنخی که به یک نفر مشکوک می شدن طرف رو می آوردن اداره پلیس و دستشون رو مینداختن شونه ای طرف می گفتن خب جون دست کلیدات کجا ببینم دست کلیداتو و توی همین داستان یه روز بعد از کلی از این آدمایی که رفته بودن این پرسه اموجون ای دست کلیداتو ببینم یه آقای میاد اونجا بازجویی میشه و همین روال تکراری ادامه پیدا میکنه و باز هم تکرار میشه اون اول داستان دست کلیدای این آقا رو میگیرن طرف رو میبرن اتاق بازجویی ولی این بار وسط بازجویی پلیس با این آقاه یه پلیس دیگه در میزنه تخت 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 ببخشید میاد دم گوش اون مامور بازجو کننده میاد میگه که داداش کلید آپارتمان لیسا دست این آقاه و اون بازجو هم اون لحظه که همچین چیزی در گوشش گفته میشه چند لحظه قلبش وای میسته ولی باید طوری عادی و طبیعی جلوه میداده که انگار هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و در حالی که اون لحظه توی مغزش یه قوقایی به پا بوده که آقا ما قاتل رو پیدا کردیم اینی که جلوی من نشسته احتمال خیلی زیاد قاتل لیسا بوده خیلی طبیعی و کول cool لابلای سوالایی که داره از این آقا میپرسه میگه آقا راستی این کلید داستانش چیه اونم میگه این این اتفاقا کلید آپارتمانمه بازجو میگه یک کلید آپارتمانته مهمون نمیخوای صاحب خونه و خب صاحب خیلی بد میشد بخواد به پلیس بگی که نه مهمون نمیخوام در نتیجه میگه اوکی بفرمایید با هم دیگه بریم اینا سوار ماشین میشن و با همین آقاه پا میشن میرن اون سر شهر که همینا براشون خیلی عجیب بود چون دم در خونه این لیسا دیدن نمیرن و وقتی میرسن دم در خونه یارو که میبینن اصلا اونجایی که فکر میکردن نیستش یارو کلید میندازه تو در رو در باز میشه و اینا برگاشون میریزه نگو کمپانی که قفل در خونه لیسا رو ساخته بود قفل در خونه این آقا هم ساخته بود که خود این قضیه هم اصلا چیز جالبی نیستش که در خونه یه نفر با خونه یه نفر دیگه یکی باشه قفلش و اصلا یه باگه حالا خود اون کمپانی توضیح میده که آقا خیلی کم پیش میاد البته برای ما خیلی عجیب نیستش شما مثلا شما همین الان بای دیفالت چشاتون اینجوری ببندید یه دونه کلید رو پیدا کنید توی خونه ور دارید بید و بکنید توی قفله پراید احتمالا احتمال بالایی وجود داره که اون پراید باز شد باز کاری نداریم با این قضیه اصلا نمیخوام درگیرش بشم بگذریم خلاصه دیگه خب پلیس قانع میشه که طرف اون شخص مد نظرشون نیست میذارن بره و سال پشت سال که چه کنم دهه پشت دهه میگذره پلیس همچنان پیگیر داستان بوده از پلیس پیگیر خانواده لیسا همچنان دنبال قاتل لیسا بودن و میرسیم به سال 2016 جایی که یک تیم جدید وارد دپارتمان پلیس میشه با یک دیدگاه جدید به پرونده ها و خیلی سریع اعلام میکنن که آقا ما میخوایم یک کنفرانس مطبوعاتی در رابطه با پرونده خانم لیسا برگزار کنیم چون که یک سری خبر خیلی بزرگ و تعیین کننده در رابطه با این پرونده به دستشون رسیده قبل از اینکه خبر بزرگ کنفرانس مطبوعاتی پلیس رو بهتون بگم خیلی خوشحال میشم اگر همین الان یه لایک کوچیک بکنید این تر چیزیه که ازتون میخوام <applause> و یک کامنت دستتون درد نکنه اما برسیم به ادامه داستان تو این کنفرانس مطبوعاتی که پلیس گفته بودش که میخوان یک خبر خیلی بزرگی رو اعلام بکنن اینا همه خبرنگارا رو جمع میکنن میشینن و میان میان که آقا ما تمام این سالها اولا یک توضیح چند دقیقه میدن که ما تمام این سالها دنبال قاتل پرونده لیسا بودیم هیچ وقت بیخیان نشدیم دنبال اینیم که عدالت رایت بشه حق به خانواده لیسا برسه از زحمات گذشتگان هم خیلی مثلا تعریف و تمجید میکنه و خبر بزرگ حالا چی بوده توی زمینه دی ای و تست دی ای تکنولوژی پیشرفت کرده و ما به یک چیز انقلابی تو این زمینه رسیدیم تکنولوژی جدیدی که با استفاده از سمپل هایی که ما از دی ای قاتل توی اون محل صحنه جرم پیدا کردیم اونا رو دریافت میکنه و خروجیش بهمون یه چیز میده یه اسکچ میده یک نقاشی طور یه حالت سبودی از قیافه احتمالی که اون مزنون میتونه داشته باشه مزنون که چه کنم قاتل Today, I am the و با استفاده از تمامی دی هایی که توی محل صحنه جرمینا به دست آوردن چند تا عکس بهشون داده میشه توسط این هوش مصنوعی یه جورایی میتونیم بگیم کاش من اینو نشکونم و حالا جدی واقعا هم خیلی چیز خفنیه ها اینکه شما دی رو بهش بدی و عکس تحویل بگیری پلیس میاد اعلام میکنه که قرار خیلی از پرونده ها با استفاده از این تکنولوژی انقلابی جدید حل بشه از جمله پرونده لیسا و طبق مدارک و اسناد و اطلاعات و جزئیاتی که ارائه دادن و داشتن از قبل در رابطه با پرونده لیسا اونا یک سری عکس رو دریافت میکنن که متوجه میشن اولا قاتل سفید پوسته چشمای قهوه‌ای داره موهای قهوه‌ای رو به مشکی داره سنش هم باید حدودا اون موقع حدود 25 سال میبوده باشه و با توجه به اینکه الان چیزی نزدیک به 25 سال از این پرونده گذشته طرف احتمالاً بعد 50 سالش باشه و همون اکسا رو حالت پیر شدهش رو هم اینا خروجی میگیرن و اون اکسا رو به مردم به صورت عمومی بینشون پخش میکنن منتشر میشه از طریق رسانه ها و از مردم کمک میخوان که آقا اگر کسی رو دیدید شبیه اینا با یه تعاسی بگیرید حالا این اکسا قرار نیستش که دقیقا عکس خود قاتل رو در بیاره ها ولی خب یک اشمای کلی و یک دید خیلی بهتری نسبت به اون قاتل میده و یک فیلترینگی میکنه دیگه داستان رو اصلا شما همین که بدونید مثلا طرف سفید پوست هستش خیلی یه بخش عمده ای رو فیلتر میکنه و حالا دیگه مثلا اون جزئیاتی مثل چشم و رنگ مو هم که دیگه فرها چه بهتر پلیس بعد از اینکه این قضیه این رو اعلام عمومی میکنه و عکس‌ها رو پخش میکنه خودش هم همزمان میره پرونده های گذشته داخل دپارتمان پلیس رو هم چک میکنه بین کسایی که به این جزئیات و این مشخصاتی که این عکس داده بخورن و تست دی هم نداده بوده باشن یعنی اون موقعی که اومدن گفتن آقا حاضر هستی تست دی هم به ما بدی طرف گفته باشه نه و همین قضیه باعث شد که این بازه مزنونای احتمالی برای پلیس هی کمتر و کمتر و کمتر بشه تا اینکه تا سال 2017 اونها این لیستشون فقط به 11 نفر میرسه 11 نفری که هم به ویژگی ها و مشخصات اون عکس‌ها قیافشون میخورد هم هر کدومشون به یک دلیلی از دادن تست دی ای اون موقع تفره رفته بودن پلیس هم موفق میشه که از قاضی برای هر یازده نفرشون مجوز تست اجباری دی ای بگیره که دیگه این دفعه هیچ کنون نتونن مثلا یه جوری قصر در برن از نفر اول لیست شروع میکنن پلیس میره خونه نفر اول بازجویش میکنن تست دی ای هم ازش میگیرن و خب رو میبندن و میرن سراغ نفر بعدی نفر دوم وقتی میرسن در خونش طرف خونه نبوده و همخونش بهشون میگه که آقا این داداشمون الان پیش دوست دخترشه شرمنده اینجا نیستش پلیس هم خب میگه اوکی اشکالی نداره پیش میاد دیگه حالا هر موقع اومد خونه حتما بهش بگو که ما اومدیم یه سری کاغذ بازیا داریم بهش بگو که توی اولین فرصت با ما تماس بگیره پلیس هم خیلی کول cool برخورد میکنه با این قضیه چون که خب اول اینکه طبیعیه که اون لحظه طرف خونه نبوده باشه خیلی خیلی تا حالا پیش اومده از طرفی هم این تازه نفر دوم لیسته هنوز نه نفر دیگه هم هستن و اینا اینجوری هم با خودشون که آقا ما قراره یازده نفر رو کامل بررسی کنیم و بین اینا دوباره یک سری فیلترینگا داشته باشیم در نتیجه حالا اشکالی نداره یکی دو روز این و اونور از این طرف مثلا بازجویی کنیم و تست بگیریم اما حالا بیایید با همدیگه ببینیم این شماره دوم که آقای گری شارا باشه اصلا چی شد که داخل این لیست 11 نفره قرار گرفت این آقا گری داستان ما همون سال 1993 یعنی یه خورده بعد از قتل لیسا از طرف یک سرنخی که یک نفر اومده بود از ایالت سیاتل یعنی از شهر سیاتل در واقع به پلیس داده بود وارد لیست مزنونا شده بود حالا این سرنخه چی بود؟ همسر این آقای گری که اون موقع با همدیگه شدیدن توی درگیری های کارهای طلاق و هزانت بچه بودن و توی سیاتل زندگی میکردن یه روز به پامشه میاد تا ماساچوست و پلیس میگه که آقا بنده مطمئنم که شوهر من قاتل لیسا بوده یعنی با همین قاطعیت دلیلش هم این بود که اولا این آقای گری اون شبی که این اتفاق واسه لیسا افتاده بود خیلی دیر میاد خونه و وقتی هم میاد خونه خیلی قیافه جدید پولیده ای داشته و جای چنگ هم رو بدنش بوده این به کنار دلیل دومش این که از اون به بعد هم هر موقعی توی تلویزیون کوچکترین خبری از قتل خانم لیسا و پروندش پخش میشد این آقای گری اندازه مثلا 250 گرم خرابکاری میکرد تو خودش یعنی شدیدن میترسیده در حدی که از خونه میزده بیرون و زمانایی هم که برمیگشت خونه همینجوری میچسبید به تلویزیون یه حالت آبسستور وسواسیتور که یه خبری از لیسا بشنوه یعنی کلا برنامه زندگیش اینجوری شده بودش که میچسید به تلویزیون تا زمانی که یه خبری بشنوه خبر رو میشنید انقدر خرابکاری میکرد تو خودش فرار میکرد دوباره برمیگشت و این چرخه همینجوری ادامه داشت حالا شاید با خودتون بگید که خب این خیلی دلایل منطقی و محکمی رو ارائه داده بود برای پلیس چرا همون سال 1993 دستگیر نشده گری که باید بهتون بگم که پلیس وقتی که این قضیه رو میشنوه قاعدتا خیلی مشکوک میشه و گری کاملا وارد جزء اون لیست مزنوی اصلی داستان میشه ولی وقتی تماس میگیرن با گری به جای گری وکیلش جواب میده و وکیل گری هم میاد به پلیس توضیح میده که ببینید آقا ما الان وسط یه جنگیم خودمون سر هزانت بچه و طلاق و این همسر گری داره اینا رو از خودش میگه تا بیاد مثلا این قضیه دادگاه هزانت بچه رو به رفع خودش تموم بکنه از طرفی پلیس وقتی میره پرونده زن گرین هم یه بررسی بکنه ببینه خود این خانوم چقدر قابل تکا و اعتماد هستش متوجه میشه که این خانوم هم متاسفانه خیلی اوکی نیستش وزاش به خاطر اینکه اولا اعتیاد شدید به الکل پیدا کرده بود و از خانوادهش هم که جویا میشن داستانه و اونا میگن بابا این خانوم زیاد جدی نگیرید این حرف زیاد میزنه یعنی حتی خانواده خود اون دختره هم نمیان بگن که بابا جدی بگیرید میگن آقا ولش کنید این گلا مثلا دیوون است این حرفها و همه این چیزهایی که با هم دیگه میزنن یه جا بررسی میکنن میگن که خب ما یه مقدار عقب نشینی بکنیم از روی این شک زیادی که به گری پیدا کردیم و خب گری هم هیچ کار دیگه ای نکرده بودش هیچ سوء سابقه ای نداشتش که ما بتونیم با استفاده از اون از قاضی مجوز تست دی ای بگیریم براش در نتیجه یه جورای دیخیال میشن دیگه تا این سالهایی که میگذره البته اینو بهتون بگم که گری همچنان اسمش مونده بین مزنونا و مخصوصا زمانهایی که مثلا یک تیم جدیدی از پلیس میومده کارو دست بگیره همیشه این گری هم مثلا بین مزنوناشون بوده و جالبتر از اونی که حتی چند بار بعد از اینکه جنگش با زنش تمام میشه و داستان هزارتشون حالا به یک سرانجامی میرسه گری حتی میاد با پلیس صحبت هم میکنه یعنی بازجویی هم میشه ولی هیچ وقت تن به تست دی ای نمیده که حتی اینم باز نمیتونست پلیس روش استناد بکنه چون خیلی ها هستن که وقتی پلیس ازشون درخواست تست دی ای میکنه به دلایل متفاوتی امتناع میکنن امتناع به دلایل متفاوتی میپیچونن قضیه رو و مثلا بعضی اصلا اصلا میگن آقا من دوست ندارم اطلاعاتی از من داشته باشید به دلیل اینکه مثلا ممکنه پس فردا سوء استفاده ای بشه و این حق مسلم این آدمها هستش مگر اینکه قاضی مجوز داده باشه که آقا الا و للا شما باید تست دی ای بدی اما برگردیم به سال 2017 جایی که پلیس دیگه نگران تفره رفتن مزنونا از تست دی ای نبود اونا مجوز رسمی قاضی دادگاه رو داشتن و دیگه فقط منتظر بودن که گری برگرده خونه هم خونه گری بهش بگه و بعدش هم اونم زنگ بزنه و بگه بله بفرمایید تست دی ای هم خدمت شما اما نه تنها هیچ تماسی از سمت گری گرفته نمیشه که هیچ فرداش یک اتفاق دیگه واقعا پشمریزونی میفته برای دپارتمان پلیس یعنی کل اون دپارتمان توی یه لحظه برگاه همه ریخت چون فرداش یه خانومی پا میشه میاد دپارتمان پلیس میگه سلام من دوست دختر گری هستم و یه چیزایی دارم که احساس میکنم شما باید ببینید دوست دختر گری سه تا نامه از گری دیشب گرفته بودش که نامه اول از همه برای پلیس میتونست مهمتر باشه یک نامه که از اول تا آخرش کلا اعترافات گریه اون توی نامه اول اینجوری شروع میکنه که من از روزی که یادم میاد همیشه منتظر بودم تا بالاخره این نامه رو بنویسم و به دست تو برسونمش اول از همه بدون که من عاشقتم و امیدوارم که هیچ وقت به این حس من شک نکنی و حالا قسمت سخت حرفام اینجاست که تو قرار چیزای وحشتناکی رو راجع به من امروز بفهمی پلیسا قرار بهت بگن که من تقریبا 25 سال پیش یه دختر رو دزدیدم بهش تجاوز کردم و بعد هم کشتمش و متاسفانه تمام اینها حقیقت دارن تمامش من به هیچ عنوان قصد نداشتم که بکشمش ولی همه چی خیلی یهویی یه پیش رفت و خب از نظر قانون هم قتل قتله و فرقی براشون نمیکنه که داستان من چی بوده توی زندگیم بابت هیچ چیزی اینقدر پشیمون نبودم جوون بودم و جاهل در ادامه نامه هم یاد میگه که آقا من هیچ وقت دیگه همچین غلطهایی رو تکرار نکردم و روزی هم نبوده که بابتش پشیمون نبوده باشم و توی تمام این مدت هر روز به این فکر میکردم که برم خودم رو تحویل بدم ولی خب من واقعا یک بزدل هستم و امروز میخوام دیگه همه چیز رو تموم بکنم و خودم رو بکشم من همیشه میدونستم که بالاخره اون روز میرسه که پلیس بخواد من رو پیدا بکنه و امروز هم همخونم بهم گفتش که پلیسا اومده بودن دنبالم اونا میخوان از من تست دی ای بگیرن و این باعث میشه که من حداقل حداقل به حبس ابد محکوم بشم همین الان که دارم این نامه رو براتون مینویسم همچنان هم دو به شکم که آیا من واقعا جرأتش رو دارم برم خودم رو معرفی کنم یا نه من همچنان یک بزدلم در انتهای نامه اولم اینجوری حرفش رو تموم میکنه که آقا من چه خودم رو تحویل بدم چه خودم رو بکشم تو رها کن خانوم به خاطر اینکه من حتی خودم رو تحویل بدم هم به هیچ عنوان لیاقت این رو ندارم که تو بخوای بری برای من وکیل بگیری و هزینه بکنی که مثلا جرم من رو کم بکنی یا مثلا سالهای حبسم کم بشه رها کن رها کن رئیس دو تا نامه بعدی هم یکیشون یه حالت وسیعت نامه طور بوده و اون یکی هم یک نامه عذرخواهی به خانواده لیسا بوده و واقعا هر چقدر من بیشتر دارم پرونده های حل شده رو بررسی میکنم مخصوصا پرونده هایی که دقیقا با استفاده از رشد تکنولوژی DNA مخصوصاً ای مخصوصا حل میشن بیشتر پرام میریزه که چقدر دنیای عجیبیه شما فکر کن بعد 25 سال خانواده مقتول یه نامه ای رو بالاخره میخونن که توش طرف ثابت شده که بالاخره این قاتل بوده و داره عذرخواهی میکنه بابت جنایتی که در رابطه با عزیزشون انجام شده 25 سال یه عمره این پرونده یه نکته جالب دیگه هم داره اونم اینه که گری بعد از اون کار وحشتناکی که انجام میده دیگه واقعا این کار رو تکرار نکرد و کاملا تونست توی جامعه زندگی بکنه بدون هیچ مشکلی یعنی بدون اینکه بخواد هیچ آسیبی به کسی وارد بکنه گری کاملا یک آدم عادی بود که توی جامعه هم پذیرفته شده بود که این دقیقا نشون میده که حتی یه آدم عادی هم ممکنه که یه روز قاتل بشه یا در واقع بهتر بهتون بگم که من و شما هم ممکنه یه روزی قاتل باشیم چون که در نهایت ما هممون محصول شرایطیم حالا امیدوارم که نه من قاتل بشم نه شما و اگرم تو فکرش هستی نکش برادر من نکش خواهر من دردسر داره خلاصه پلیس نامه ها رو میخونه و با توجه به زمان نگارش نامه ها و فعل هایی که گری داشت استفاده میکرده متوجه میشه که آقا احتمال داره که هنوز بتونن گری رو پیدا بکنن در نتیجه در جا میفتن دنبال گری و اونا بالاخره موفق میشن که اتفاقا گری رو توی پارکینگ یک بیمارستان توی شهر کنتیکت پیدا بکنن که از غذا گری اونجا هم براشون یه نوتی گذاشته بود و توی اون دست نوشته گری نوشته بودش که خطاب به هر کسی که این نامه رو پیدا میکنه این دست نوشته رو پیدا میکنه من بابت آسیب روحی روانی که از دیدن این صحنه جنازه خودکشی من میبینید شرمندم و لطفا با پلیس تماس بگیرید اما باز نکته اینجا بودش که هیچ جنازه ای نبود که بخواد آسیب روحی روانی به ما بزنه یعنی پلیس کل اون منطقه رو گشت داخل ماشینم کامل گشت توی صندوق عقبم گشت دید نخیر هیچ خبری نیست ولی از اون جایی که توی پارکینگ یک بیمارستان ماشین رو پیدا کردن سری دویدن رفتن داخل بیمارستان و دنبال گری و متوجه میشن که گری توی بخش اورژانس بیمارستان بستری شده اون با قرص خودکشی کردش ولی به محض اینکه قرصا رو خورد ترس از مرگ یه جوری کل بدنش رو فرا گرفت که سریع فرار کرد و رفت سمت بیمارستان و اون موقعی که گری اون قرص ها رو خورد و خودکشی کرد و متوجه شد که چقدر از مرگ میترسه شخصا امیدوارم که توی اون لحظه به لیسا فکر کرده باشه که لیسا چقدر توی اون لحظه که این آقا داشته اون بلاها رو سرش می ورده. چقدر اون دختر بچه از مرگ ترسیده بود و چقدر هیچ فرصتی برای نجات بهش نداد گری دستگیر میشه تست دی ای هم برای محکمکاری ازش میگیرن و جواب همونطور که مطمئنم خودتون هم در جریان هستید دیگه الان مثبت در میاد گری توی دادگاه اول در کمال پررویی ادعای بیگناهی میکنه که خب رد میشه اما توی دادگاه بعدیش که سال 2019 اجرا شدهش گفتش که قبول میکنم که گناهکارم و قاضی هم بهش حکم حبس ابد بدون تجدید نظر میده The of این وسط یه یادی هم بکنیم از همسر سابق گری که اگر اون نبود هیچ وقت هیچ کسی گری رو به عنوان یک مزون اصلا نمیشناخت و اون دختر بدبخت اومده به پلیس اون سرنخ رو داده و هیچ کسی باورش نکرد و همه بهش گفتن تو یک الکلی دیوونه هستی حتی خانوادش اما خبر بعد این که اون همسر سابق آقای گریب متاسفانه سال 2014 فوت میکنه و هیچ وقت زنده نمیمونه که ببینه که گری دستگیر شده و تمام حرفایی که هیچکس باورش نمیکرد درست بود تر چیزی که میمونه اینه که آقا گری چرا اون کارو کرد و متاسفانه گری خیلی توضیح زیادی نداده بعد از دستگیریش فقط توی یکی از همون نامه ها خیلی کوچولو به این قضیه اشاره میکنه که آقا من یک سری فانتزی های دارکی داشتم که مثلا دوست داشتم یه خانومی رو در حالی که خیلی ترسیده و میخواد خودش رو نجات بده باش یک رابطه جنسی برقرار بکنم و یه روز توی اوج جوونین جوون بودم و جاهل شل کردم گفتم بریم ببینیم چی میشه و چی شد از طرفی زن سابقش هم توی اون حرفایی که با پلیس زده بود یه جورایی اشاره ریزی به این قضیه کرده بود گفته بود آقا حالا همین چیزایی که دارم بهتون میگم اینم در نظر داشته باشید که گری بعضی وقتا به من میگه ببین تو در رو من شکارت کنم و بعد اون کارا رو بکنیم و منم بعضی وقتا مجبور شدم مثلا فیلم بازی بکنم تا اون خیلی خوشش بیاد اوکه. حالا این آقا این فانتزی های دارکو داشت سالی که تنها سالی که یعنی این وسط میمونه این که آقا حالا چرا لیسای بدبخت که خب اینم هیچ پاسخ درست و دقیقی بهش داده نشد ولی تایید شدش که گری از دو روز قبل داشته لیسا رو استاک میکرده بعد از اینکه یه هدیه خیلی کوچولو ازش خریده بودش خوشش اومده بود از این خانومو شروع کرده بود فانتزی کردن توی ذهنش دیگه و خب در نهایت هم باید بیم که زندگی همینقدر بی‌قاعده است و واقعا ممکنه یک روز یک نفر با یک افکار خیلی دارک و پلید یهو وارد یک مغازه بشه و با کسی که هیچ آزاری بهش نرسونده کارایی رو بکنه که دیگه اون کارا رو بخواد بکنه دیگه در نتیجه همیشه باید حواسمون باشه و به اون حس و سیگنال ترسی که بعضی وقتا بهمون وارد میشه باید احترام بذاریم و جدیش بگیریم در نهایت هم آرزو میکنم که همتون تا حدودی ترسوب باشید توی زندگیتون تا عمر خیلی طولانی داشته باشید اینجا گزارش محرمانه است من علیم و اگر تا الان لایک -like نکردید اشکایی نداره برای بار سوم هم ازتون خواهش میکنم که لایک کنید کامنت بذارید من کامنتاتون رو میخونم کیف میکنم و ما معرفی بکنید به کسایی که دوست دارم پرونده جنایی دیگه دیگه کنم چیزی نمونده علی نه همین دیگه